سلام امیدوارم که خوب باشه من پریسا هستم متخصص تغذیه. امروز میخوایم با هم بررسی بکنیم که چرا بعد از خوردن غذا احساس خوابآلودگی میکنیم و راهکار چیه وقتی که غذا میخوریم و حس میکنیم که آلوده و کرختیم باید چیکار بکنیم که کمتر احساس خوابآلودگی بکنیم و باذهمون در طول روز بالاتر بریم مختلفی برای احساس خوابالودگی بعد از خوردن غذا وجود داره و راهکارهای متفاوتی هم وجود داره برای هر فرد میتونه این دلیل متفاوت باشه و دلایل اصلی و عمده و رایج رو من توی این ویدیو میگم و شما بررسی بکنید که ببینید احتمال داره که کدوم دلیل برای شما وجود داشته باشه اولین دلیل اینه که ببینید وقتی که شما مقاومت به انسولین بدنتون داشته باشه یعنی اینکه چاقی داشته باشین، دیابت داشته باشین، پیش دیابت داشته باشین، مستعد دیابت باشین یا اینکه چربی خون داشته باشین یا هر طوری که بدنتون از متابولیسم نرمالش خارج شده باشه سلول های شما مقاومت به انسولین پیدا میکنن یعنی چی یعنی اینکه وقتی که شما غذا میخورین قند خونتون بالا میره و انسولین در بدنتون ترشح میشه این انسولین وظیفش اینه که این قندها رو وارد سلول بکنه و خونتون رو از قند پاک بکنه اگر سلول های شما مقاومت پیدا کرده باشن به انسولین دیگه این قنده نمیتونه وارد سلول های شما بشه و انسولین عملا امن عملکرد کرده خودش رو تا حد زیادی از دست میده و وقتی که قند وارد سلول های شما نمیشه یعنی در واقع چی یعنی سوخت به سلول های شما نمیرسه و وقتی که سوخت به سلول های شما نمیرسه احساس خواب آلودگی میکنین طبیعتا بنابراین بر این وقتی که شما غذا زیاد میخورین ولی باز هم احساس میکنین که بی انرژی هستین در صورتی که با خوردن غذا شما باید بدنتون انرژیش بالا بره یکی از دلایلش میتونه این باشه که شما مقاومت به انسولین بدنتون پیدا کرده باشه حالا اینکه از کجا متوجه بشیم که بدنمون مقاومت به انسولین داره یا نه با یک آزمایش خون و چکاب ساده میتونید متوجه بشین قند خونتون اندازه گیری میشه چربی خونتون اندازه گیری میشه و همچنین اگر فردی هستین که رژیم ناساله میدارین که پر از کربوهیدرات و پر از چربیه احتمال اینکه مقاومت به انسولین رو پیدا کرده باشین خیلی زیاده چون که دیگه بدنتون اوورلود شده یعنی بیش از حد قند و چربی دریافت کرده و انسولین دیگه نمیتونه کار خودش رو به درستی انجام بده و کلا بدنتون و سلول ها و متابولیسم و فعالیت و سوخت و ساز بدنتون با مشکل مواجه میشه و همین اتفاق کوچیک که مقاومت سلول ها به انسولین هست میتونه انرژی در دسترس بدن شما رو کاهش بده و بعد از خوردن غذا یا در طول روز احساس خستگی داریم احساس خستگی مزمن داریم دلیل دوم چیه؟ دلیل دوم اینه که ممکنه که شما هیدروکلوریک اسید یا همون اسید معدتون به اندازه کافی و به درستی ترشح نشه. این اتفاق هم میتونه باعث سوء هاضمه، مشکلات گوارشی و به تبع اون احساس خواب‌آلودگی بعد از غذا رو به وجود بیاره. حالا از کجا متوجه بشیم که حالا اسید معده ما به درستی یا به اندازه کافی ترشح نمیشه یکی از راهکارا اینه که ببینید که شما بعد از خوردن غذا و وعده های اصلی آیا احساس سوء حازمه احساس باد کردگی احساس اینکه حالا نفق داری یا خودتون متوجه میشین که غذا به درستی توی دستگاه گوارشتون هضم و جذب نمیشه این میتونه یکی از دلایلش این باشه که حالا اسید معده به درستی برای شما ترشح نمیشه و به تبع اون احساس خواب آلودگی یکی دیگه از دلایلی که باعث خواب آلودگی بعد از غذا میشه خیلی واضح و بدیهیه و اونم اینه که شما زیاد از حد غذا میخورید وقتی که غذا رو زیاد مصرف بکنید بدن شما برای اینکه هضم و جذب در دستگاه گوارشتون به درستی انجام بشه مقدار زیادی از گردش خون بدن شما رو میاره در ناحیه دستگاه گوارش و خون زیادی از بدن شما از دست و پا و مغز و اندام های دیگه جمع میشه اطراف دستگاه گوارش که این غذای خیلی زیاد و سنگین رو هضم بکنه و طبیعیه که خون کمتری به مغز شما میرسه یعنی خونی که در دسترس مغزتونه کمتر میشه و اکسیژن کمتری هم به اندام های دیگه میرسه و یک،, یک،, مقدار خیلی کم کاهش خون رسانی به مغز و اکسیژن رسانی به مغز میتونه باعث ایجاد خوابالودگی بشه و اکثر افرادی که احساس خوابالودگی رو دارن این مورد رو تجربه میکنن یعنی غذای زیاد میخورن و احساس خوابالودگی میکنن حالا راهکار چیه برای افرادی که بدنشون مقاومت به انسولین پیدا کرده توصیه اینه که حتماً چکاپ رو انجام بدن و, و, به پزشک متخصص مراجعه بکنن رژیم غذاییشون رو به رژیم کم کربوهیدرات تغییر بدن و حالا دوره های فستینگ رو میتونن رعایت بکنن یا اینکه کربوهیدرات رژیم و حجم رژ... حجم وعده های غذاییشون رو کاهش بدن با این روش میتونن اون مقاومت به انسولین رو در بدنشون کاهش بدن و انرژی در دسترس سلول های بدنشون رو هم بالاتر ببرن و خوابالگی کمتری رو هم تجربه بکنن افرادی که ممکنه که هیدروکلوریک اسید معدهشون حالا با مشکل مواجه باشه میتونن با مصرف یک تا دو قاشق غذاخوری سرکه که در آب حل میکنن قبل از وعده های اصلیشون باعث بهبود عملکرد دستگاه گوارش خودشون بشن این مورد رو در واقع اگر رعایت بکنین یعنی دو قاشق غذاخوری سرکه قبل از وعده های اصلیتون رو بخورین خودتون متوجه میشین بعد از یک تا دو هفته که انرژی بدنتون بیشتر میشه و حتما ازتون میخوام که اگر این مورد رو تجربه کردین و احساس کردین که انرژی بدنتون بیشتر شده کامنت بذارین که دوستان دیگه هم این رو امتحان بکنن ولی من بهتون اطمینان رو میدم که این اتفاق میافته و از اهمیت مصرف سرکه در رژیم های غذایی هم من توی ویدیوهای قبلی کامل توضیح دادم دلایل رو نام بردیم که چرا خوبه که این در رژیم غذایی من قرار بگیره به دلایل خیلی زیاد و متنوعی بهتره که این سرکه در رژیم روزانهتون قرار بگیره دیگه هم اینه که غذا کمتر بخورین حجم غذاتون رو کمتر بکنید مقدار خونی که اطراف دستگاه گوارشتون قرار تجمع پیدا بکنه بتونه مقداریش هم به مغزتون برسه و اکسیژن کافی به مغزتون برسه که احساس خوابالدگی کمتری بکنید و راه حل دیگه این هستش که تایم مصرف قهوه اگر قهوه میخورید یا حالا نوشیدنی هایی که کاف این دارن و میتونن روی هوشیاری و خواب شما تاثیر داشته باشن تایم مصرف قهوهتون رو طوری تنظیم بکنید ده. که احساس خوابالگی بعد از وعده اصلی رو برای شما کمتر بکنید اگر شما فردی هستین که قهوه در طول روز مصرف میکنید پس بهتره که این رو بهینه بکنید یعنی قهوهتون رو زمانی مصرف بکنید که بتونید از اثرات کافئین که حالا هوشیاری بیشتر هست بتونید سود مثبت ببرید بنابراین حدود 45 دقیقه تا نیم ساعت قبل از وعده اصلیتون میتونید قهوهتون رو بخورید که اثر کافئین بعد از وعده غذاییتون ظاهر بشه و احساس خوابالگی کمتری بهتون دست بده. راهکارهایی بود که میتونستم ارائه بدم برای کاهش احساس خوابالودگی بعد از مصرف وعده اصلی. توصیه میکنم که بنیادی مشکل رو برطرف بکنین یعنی با همون چکاپ با آزمایشی که گفتم با کم کردن کربوهیدرات رژیم با کم کردن حجم وعده های غذایی خیلی ساده میتونید که احساس خوابالودگی رو در خودتون کاهش بدید ممنونم از توجهتون امیدوارم که این ویدیو براتون مفید بوده باشه و خدا نگهدار